مخازي كوتال سافر مو شو بخير اوخ سافر مو بخاطر مو شو بخير هوا بيرار قولوخ مخ پروایی بر فیزی میست و نداریم اخ سفر شام و سهر موشه بخیر هوا و بیرار گول اخ مخ به دستانی گیران مهرد برادر اخ رایی که تل مکر موشه بخیر هوا و بیرار گول اخ اوخ کارمو انجینیری و تخنیکی اوخ آسومو تر بدر موشه بخیر هوا و بیرار گول اخ با کمک بیرارانی عزیز موخ کاری که تل مستر موشه بخیر هوا و بیرار گول اخ بخیر هوا و بیرار گول اخ نام تو خالی قصده ده دلی از مخ خالی قینجینر به بدیلی از مخ و بیرار گول اخ مخ فتح قول شامسور جهان رو ببینید اخ دادیستی انجینیر پر دیلی از مه و بیرار گول اخ مخ بدرد خورده دمر دو مونی از مخ خصوصا رای کجو کیلی از مه و بیرار گول اخ از شیمی بدورانی کابو کنه اخ خداوند پاک و جلیلی از مه و بیرار گول اخ مخ لعنت بوگی دلائی گه کلگی شو مخ ده حسود و ده بخیلی از مه و بیرار گول اخ مخ کمک شون بیرار و مرحم و شون اخ دمی دردی کنه ی سیلی از مه و بیرار گول اخ مخ شاید گیره گوشا باشه برای شوم اخ امی دعاهای قلیلی از مه و بیرار گول اخ مخ حافظی کلگی شوم و بیرار اخ خدایی من نانو جمیلی از مه و بیرار گول اخ خلاص شفیع سید سلام و احترامات دارم خدمت تمام دوستا و بیننده و خیلین محترم ما که هر گوشه و کنار دنیا قرار دارن امیدوارم که مگی جور سهرمند و سری حال باشد ما امروز 15 قوس بازم از کار عملی سرگ نویحتاس کوتل شامنسور و سوالی مالستان منطقه پشی میخواییم که گزارش داشته باشیم در اینجا این کار تقریبا در 20 اقرب دقیقا 25 روز پیش آغاز شد تا حالا کار صورت دوامدار ادامه داشته تقریبا در حدود 1300 تا 1400 متر که باشد در آغاز یک مشکلات خود خاص خود داره مشکلات تکنیکی در وسایل مشکلات نبود امکانات اولیه نبود مواد سوخت نبود جای نبود خب مسائل معیشتی دیگه خب روی هم رفته کارا خوب شده انشالله در فرصت های بسیار نزدیک کارا به
شکل بسیار منظمش خود پیش رفتن. ما همیشه دوستای خود خطاب قرار دادیم که ما فقط به امیدواری شما کار خود میخواییم منظم کنیم و منظم خواد کردیم. کار ما وقت نظم میگره، وقت خوب ترتیب میگره که شما دست ما را بگیرید، شما ما را تشویق کنید، شما ما را همکاری و راهنمایی کنید. پس تا هنوز کار به صورت نورمال پیش رفته و امیدواریم که بعد از این کارها بسیار خوب پیش بره. نگه در طول 25 روزی که در اینجا کار صورت گرفته، یعنی رضایت بخش است و شما میبینید بیل مخانیکی در حال کار است و به هر حال عوام سرد است. ما سردی نمیترسیم، دنیا در زیر بحر کار میکند، در قطب شمال کار میکند، دنیا در کوه های بسیار بلند پامیر و کوه های همالیا کار میکند، دنیا در سایبریا کار میکنه، ما در کتل شامنسر کار نمیتن، هیچ مشکلی نیست. ما میخواییم که اگر امکانات ما فراهم شود زمستان مکمل باید کار، زمستان باید این شامنسر دیگه شامنسر خطرناک شامنسر بابا دیگه باید در رویای خود نداشته باشیم. اگر ما را همکاری داشته باشد دوستای ما دیگه بخیر تا زمستان آینده یا تا بهار آینده باید این کتل را عبور کنیم، این کتل را باید خلاص کنیم. دوستای محترم، امیدوار هستم که این گزارشی که ما امروز تقریبا بعد از 25 روز برای شما، البته هر هفته در تلاش کردیم که ما گزارش های کاری خود بیدیم، هر هفته نگه متاسفانه ما چون رای ما دور است، امکانات ضعیف است که در این منطقه نیست که ما هر روز یا هر دو روز باید گزارش داده بتانیم. ما فقط میتانیم که هفته یک بار شما رو گزارش بدیم و هفته یک بارم که میاییم شورایی که در اینجا است، شورا تاسفانه وجود نداره. ما وظیفه شورا رو بعد از این ما میخواییم که فقط اینا خانه به خانه قومای پشی و شرداغ بگردن تا از اینجا امکانات پیدا کنند. حداقل کسایی که واقعا رنج کوتل شامنسور دیده باید این شورا وظیفه‌ش باشد که خانه به خانه، قریه به قریه، عاقل به عاقل بگرده، ساحات مکمل نو قریه پشی، ده دوازده قریه شیرداغ و سمت ارزگان باید بره. هر خانه باید در اینجا یک روز حداقل کار داشته باشد. اگر نمیتونه همون یک مبلغ ناچیز خود کرایه یک روزمزد باید در اینجا چی کنه، همکاری کنه. این کتل ما کس کجا میایم در اینجا، ما هیچ کدام مشکلی برای ما نیست که کوتل شامنسور در رای ما مشکل ایجاد شده باشد. در رای هر خانه از مردم، در رای هر نفر از مردم کوتل شامنسور یک مشکلی کلان است. پس هر مرد نفوس منطقه، هر خانه منطقه باید توجه خاص داشته باشد، همکاری داشته باشد. شورا باید وظیفه‌اش اینه می باشد که این منطقه را بگرده تا ما امکاناتی اولی خود از مردم منطقه باید دریافت کنیم. دوستای عزیز، تا هنوز ما یک چهار پنج کمک آمده ما آوردیم خدمت از این برادرات تقدیم کردیم. کمکایی که وعده شده بود خصوصا از استرالیا تا هنوز برای ما نرسیده، امیدوارم که اونا برای ما همکاری خود داشته باشد. ما اگر امکانات خوب نداشته باشیم کار ما ممکن به صورت خوب منظم نخواد پیش رفت. تا نوز کمکایی که شد دوستا بیبینن، باری اول که کمک شد آقای علی رضا حیدری بوده که 40,000 افغانی کمک کرده، باری از جاکه، باری دویومش سلطانی، مدد سلطانی از جاکه 10,000 افغانی کمک شده، باری سیوم از این علی جان که ایج از این منطقه نیست از مزار شریف است 25,000 افغانی کمک شده، باری چهارم یک نادمی که هم از این منطقه است که پیسهش پیش ما است، امروز ما خدمت از این مردم تقدیم خواهد کردم، 25,000 افغانی به نام چی بود از پیگی، اونا رایی کده که باز بخیر در چی ما است میخوانم، 25,000 افغانی، 20,000 افغانی را دکتر صاحب محیب افضلی از جاغوری کمک کرده که از یک از بستگانش سلطان حسین افضلی از کشور جرمنی
امروی ما کمک کرده. شما ببینید در طول 25 روز ما این مقدر کمک از منطقه و از اروپا جمع آوری کردیم. یگانه امید کلان ما که سمت برادرایی که مقیم استرالیا بوده تا روز متاسفانه کمک چندانی به دست ما نرسیده، امیدوار هستم که کمک های دوستا برای ما برسد که ما تا بیتانیم بیل خود دو برابر سه برابر کنیم، کارگرای خود دو برابر سه برابر کنیم. یعنی اگر تانستیم امکانات آودادی ساده تانستیم که حداقل 30-40 بیلر تیل بالاتر از او تیل ذخیره کنیم تا کوتل پیش از اینکه کوتل بسته میشه تیل به قیمتی بلند برای ما میرسه، باید زودتر مواد سوخت رو در اینجا تهیه کنیم تا کار خود بیتانیم که در زمستان هم پیش ببریم. پس ما کسایی که همین تیمی که کار رو انداختیم از اول تا حالا ما متعقید به ایستیم که این کار میشه شدنی است. همون قول شاعر است که کو را با آن بزرگی میتوان هموار کرد، گپی ناهموار را هموار کردن مشکل است. دوستا ما نگران از این هستیم که کار میمانه یا کار استاد میشه به هر رقمی که باشد. اگر شورای ما ضعیف هستن، اگر شورای ما کمکاری میکنن، اگر مردم منطقه ما خیر خود ما میگردیم در جاغوری، در شارا، در بازارا، در پیش دکاندارا که حداقل این کوتلی که آغاز شده باید به سر برسه. آغاز کار بسیار مشکل است، شروع کار بسیار مشکل است. وقتی که کار شروع شد کار خدا میرساند، کار خیر خدا کمک میکنه. می خواهیم که این کوتل حتما و حتما باید کار شود، از زمستان کار شود. ما از برف نمی ترسیم، از سردی نمی ترسیم، باید این کار را پیش ببریم.